یک شاعری دیگر به نام انوری عبیوردی حدود شاید 150 سال پیش از حافظ گفت مرد را حکمت همی باید که دامن گیردش تا شفای بو علی جوید نجاش بهتری. خب عرض کردن که ما به نصیحت خیلی احتیاج داریم، همواره ما رو نصیحت کردن. نه تنها سعدی نصیحت کرده است که عطار نصیحت کرده است، مولانا نصیحت کرده است، تمام این صوفیان اینا نصیحت میکنن. چرا ما احتیاج به نصیحت داریم اینقدر؟ بزرگترین حماسه جهان شاهنامه فردوسی است. یعنی اینو بنده با قاطعیت خدمتتون عرضون، از همه حماسه‌های جهان بزرگتر از این شاهنامه. حالا چرا ما اینقدر نیاز به حماسه داریم؟ چرا بزرگترین حماسه ها مال ماست؟ به جهت اینکه این ایران ما همواره در خطر بوده، همتن نیازمند مردان دلیر بوده است، نیازمند شجاعان بوده. دیگه دلایلش هست. دوستی میگفتن که آقا ما امسال بر سر سفره هفت سین به جای قرآن شاهنامه گذاشتیم. استاده بودن که بنده هم عکس العمل خودم ایشون بوده. گفتم خب چه معنی داشت این کار برایشون؟ نه اون زمانی که قرآن رو میگذاشتیم معنی داشت، اون زمان هم شعار میدادیم، حالش هم شعار میده. با شعار کار ما به جای نمیره. اگر اون زمان هم که قرآن شریف رو میذاشتیم در اون نگاه میکردیم، معانیش رو میدیدیم، اون موقع میفهمیدیم که به این زلالت و بدبختی و ادوار و بیچارگی به چه دلیل افتاده ایم. و حالا هم که پناه آوردیم به شاهنامه فقط شعار میدهیم، میگذاریمش بر سر این سفره هفت سین، لااقل نگاه کنیم ببینیم چه چیزی در درون این هست. اینجاست مطلب. اندکی از شجاعت ها و فضیلت ها و بزرگواری ها و غیرت ها و حکمت ها بیاموزیم، تازه آموختنش هم به درد نمیخوره. ما آدم های دانشمند بی غیرت بسیار داشتیم، به چه دردی میخورد دانش اگر به عمل نرود؟ اگر اندکی از این غیرت و دلاوری که فردوسی در هزار سال پیش سعی کرد است در عروق ما عرض کنم که وارد بکند به کار ما نرود، به چه دردی میخورد؟ اساسا این شعارها به درد نمیخورد. داشتم نگاه میکردم به قیافه این علی خامنه ای و دو سه نفری که زنگ زدن گفتن آقا این سرطان داره، بچه ها رو که میخوان بکشن خونش رو میگیرن که به خون این بخورد، میزنن به این آقا. گفتن پیدا کنی ضحاک را. من فکر میکنم این خبر بالقوه درست است، بالقوه صحیح است، این دستور رسمی اساسا دادن اینها. اینجا نشان دادیم با مهر نمیدونم جمهوری اسلامی کدام دایره احمقش نکبتش بود نمیدونم، نوشته بود که اینا که میخوان بکشین خونشون رو بکشین، خونشون رو بگیریم بزنیم به این کسانی که در جنگ خونریزی میکنند و اینها. و بالقوه عرض میکنم درست است، این تاریخ ما تکرار هست. نام فردوسی رو بردم شما، ما نگاه میکنیم به این داستان ببینیم آقا معجزه یعنی چه. من عرض کردم معجزه هرگز اتفاق نیفتاده اما بسیار نزدیک است به معجزه این کتاب شاهنامه و داستانهایی که درش هست. در اونجا آمده است که یک جمشیدی بود اصلاحات زیاد میکرد، که البته هر شبه که شخصی به نام جمشید نبوده، اینها سیمبل هست، اینها حقیقی تر و واقعی تر و بهتر از تاریخ هست. اصلاحات میکرد، خانه سازی، شمشیر سازی، نمیدونم بافندگی، همه اینها در این دوره او به وجود آمد، تا اینکه فره ایزدی از او دور شد. این فره ایزدی یعنی پشتیبانی مردم. شروع کرد به من گفتن، من بودم که به شما نان دادم، من هستم که فقط آدمم، بقیه کسی آدم نیست، من هستم که این کارها رو کردم، شما هیچ کدام که پشیزی نیستین در مقابل من. من کرد. حالا کی آمد او رو بیرون کرد و کشت؟ خیلی جالبه، ضحاک از مدینه. حالی که میگم مدینه، این مدینه رو من به عنوان سمبل اون جزیره العرب نام میبرم. ضحاک مدینه آمد، ایرانی هم کمکش کردن، فرار کرد جمشید، فرار کرد. حالا 747 نداشت فرار کنه بره جای دیگه، رفت به جای گرفتن کشتنش. اینها ضحاک نشست به تخت پادشاهی ایران. شما نگاه کنید ببینید آیا فرقی داره این داستان. ببینید اساسا مو به مو در یک قالب نمی گنجه اون چه در 57 رفته با این آقایا. بعد چه میکنی ضحاک؟ دو مار بر شانه داشت، مغز سر جوانان رو می آورد و تغذیه مارها می کرد. یعنی اسحاری استبداد که خصومتش با اندیشه باشه و بیان رو در این اسطوره بسیار بسیار عمیق به ایرانی می بینیم. ضحاک تازی بود و این کارها رو می کرد تا ایرانیان باز یه کاوه پیدا کردن و فریدون او رو بیرون کردن. کجاست اون کاوه و کو اون فریدون؟ ایدادی بیداد.
80 سال است که این دولت ها تنها وظیفه‌ای که برای ملت بیچاره معلوم کردن است که از دولت بترسید. آقا بترسید، کار شما این است که فقط بترسید، به کار دولت و سیاست شما کاری نداشته باشید، شما وحشت کنید از ما. وحشت الله هستیم، ما صاحبان این سرزمین هستیم، هر کار میکنیم به دست ماست، شما گورتون رو گم کنید، فقط بترسید. خل اصلاح کردن، تو سر این ملت زدن، رجالش کشتن، احزابش رو بین بردن، روزنامه‌هاش رو تعطیل کردن، بدبخت بیچارش کرد، تسلیمش کردن، دست ضحاك دادن. حالا آقایون آمد، من یه چیزایی خوندم امروز از چیز اشپیگل که واقعا من نمیدونم هموطن چی بگم. ما باید چی کار بکنیم؟ ما داریم چی کار میکنیم؟ اصلا وظیفه ما چیست؟ تو این دنیا برای چی داریم زندگی میکنیم؟ یک جوانی رو که از این کهریزک نجات یافته، اشپیگل پخش مصاحبه شد، میگوید ما رو که بردن اینا عین حیوانات گرسنه منتظر بودن، با زنجیر و چوب و چماق اونچنان زدن که نصف از ما خرد شدن، ریختیم روی زمین، پاهامونو کشیدن بردن، دیدیم یه عده رو کشیدن بدار، میکشن بالا، داره خفه میشه میمیره، ولش میکنن روی زمین، داره جون میکنه، باز میکشنش بالا. بعد یکی یکی پا اینا رو کشیدن بردن در اتاق کناری، یه عده سردار اسلام ایرانی، بقیه سردار عرب شروع کردن به تجاوز کردن به این جوانهای ایران. حالا نمیدونم این چیزی در ما به نام غیرت چیزی باقی مونده یا نمونده، من نمیدونم، ولی این رو میدانم که در هیچ کشوری نمیشود با شهروندانش از این کارها کرد. یک مش آخوند بیشرافت آمدن رسمن دارن به جوانهای مملکت ریپ میکنن، ریپشون میکنن در زندان، ناله و فریاد اینا به هوا. بخونید آقا، نگاه کنید ببین چه میگذره در این مملکت، اینا کی هستن؟ چرا اینا انقدر وحشی هستن؟ آقا میگن ما نمایندگان عدل علی هستیم، اسم اینم علیه. آقا اون علی، اون علی اول در 1400 سال پیش از این در جامعه بیابانی و نمیدونم اون چنانی اون منطقه و اون احوال و اینها که میگن یک روز 750 نفر خودش و پسر نمیدونم چی چیز زبیر سر بریدن یهودی ها رو و همون آدم 3000 تا 4000 تا رفقاش یه روز کشت، همون آدم نشسته نمیدونم داشته کارش انجام میداده، طلحه و زبیر آمدن گفت با من کار دارید یا مربوط به دولت؟ گفتن به دولت مربوط. فوت کرد، شمع خاموش کرد، همین چیز روشن کرد، گفت از بیت المال. همون آدم در جنگ جمل به سپاهیانش گفته است که آقا اینهایی که با ما دارن جنگ میکنن مسلمان هستن، ما باید نشان بدهیم جنگ اهل قبله چگونه است. گفتن چگونه است؟ گفت که زخمی ها رو نمیزنین، فراری ها رو تعقیب نمیکنین، اموالشون هم نمیگیرین، حرامه، غنیمت نداره مسلمان از مسلمان. این علی بوده در اون روزگار، اینم علی است در روزگار قرن 21. این علی، علی خامنه ای. چرا اینقدر میدزدن؟ آقا چه احتیاجی است اینقدر بدزدی مال مملکت ببری بیرون؟ چقدر شما سیر چرا نمیشین از دزدی؟ این آخوندها از آدم کشی و دزدی، اینها آتششون اصلا فرونشستنی نیست. هموطن چاره نیست جز بیرون کردن همه اینها از این مملکت، چاره نیست. همه ایرانیان اگر فرض کنین که 100 نفر هست در ایران که فهمیدن اینها کی هستن، اون 100 نفر باید بره من کشته بشه برای بیرون کردن اینها. اگر 500 نفر هستن 500 نفر، اگر 10000 نفرن 10000 نفر. آقا این توهین رو تحمل نمیشه کرد. آقا چگونه میشه تحمل کرد؟ این دیگه کار از سیاست و صحبت و نگوشیشن و نمیدونم دیپلماسی اینها گذشته. آقا مگر این یک حالت معمولی عادی است که این اعمال عادی و معمولی رو بشه به کار برد؟ در آوردم اینجا در 51 روز گذشته روزی 2 نفر به دار کشیدن این آخوندها. سازمان جهانی حقوق بشر گفته است آقا این داستان از انتخابات به این سو یک مرتبه این رفته بالا، این نمودارش روزی 2 نفر رو آخوندها دارن در مملکت ما دار میکشن بیگناه. افزایش هشدار دهنده شمار اعدام ها در ایران، سازمان عفو بین الملل روز جمعه در بیانیه گفت که از زمان انتخابات مناقشه آمیز ریاست جمهوری اوجی هشدار دهنده در تعداد اعدام ها در ایران ثبت کرده است. دبیر کل عفو بین الملل در این بیانیه می نویسد تنها در 50 روز 115 مورد اعدام ثبت کردیم، یعنی به طور متوسط بیش از 2 اعدام در روز. و می افزاید نسبت به شمار فراوان و هولناک اعدام های ایران
که مدت هاست و چه مشخصه عرصه حقوق بشر در این کشور بوده افزایش قابل توجه نشان میدهد. بیانیه عفو بین الملل میگوید که از 1 ژانویه و انتخابات 12 جوان این سازمان دست کم 196 مورد اعدام در ایران ثبت کرده است که این آمار ایران را از نظر تعداد اعدام ها در جهان پس از چین قرار میدهد. با توجه به این که چین حداقل 10 برابر ایران، بیشتر از 10 برابر، 12-13 برابر ایران جمعیت داره. یعنی ایران آخونزده ما تا اون زده رده نخستین هست در آدم کشی در جهان. در تصور اینا مش گدا بودن آقا، این آخونده مش گدا بود. یک شبه گدا شاه بشه، خب ببینید چه خبره. این شده داشتم کسروی میخوندم، مشکلاتی که کسروی گفته همین هست که امروز یه دوستی کتابی آورده، 14 کتاب کسروی در یک کتابه. کتاب کسروی معمولا اونش که بیان عقاید خودش بود کوچک بود، کم بود. میگوید آخر این چه چیزیست که این آخوندها در شریان این مملکت وارد کردند که امام زمان حق حکومت دارد و همه حاکمان جهان قاصب هستند و ما نمایندگان او هستیم و اون چون میبایستی میبود حکومت میکرد و مالیات میگرفت، چون اون نیست ما خمس و زکات میگیریم و ما بایستی حکومت کنیم تا عرض شود که او ظهور کند. این فلسفه سیاسیشون بوده، کسروی ایراد گرفته در اونجا نوشته در باب آلودگی های فرهنگی که نام برده. یکیش هم این داستانیست که مرحوم استاد کسروی بوده. اما اینها 1000 سال هست که به کار عرض کنم خمس و زکات و گدایی و اینها مشغول بودن تا امروز. شما فکرشو بکنید، چنگیز خان مغول یک مورد شکنجه ما سراغ نده. دستور داده بود به جنرالاش، سرداراش، که شما حق شکنجه مردمان رو ندارید. اگر کسی تسلیم شد، تسلیم شده، یه شحنه مغول میذاشتن و میرفتن. اگر تسلیم نشد جنگ میکنه، شکنجه کسی نکنه. در هیچ جا ما سراغ نداریم کارهای اینها رو. شما اگر سراغ داریم ما نشان بدیم، ببینیم کجا چنین کارهایی که در کهریزک شده و در اوین شده و در عادل‌آباد شیراز شده و در نمیدونم قزل‌حصار شده. ماشاءالله زندان که کم نداریم، جای آباد کم داریم. زیباترین جای کشور ما خرابترین جاهاشه دیگه، مگه نیست؟ میبریمش تخت جمشید 2500 سال، میبریمش نمیدونم به سنگ نوشته های نمیدونم به کوه ها، ما دیدم چند هزار سال پیش چیز آباد کسی نکرده دیدنی که کسی ببریم ببینه. چه چیز داریم که دیگری ببینه؟ زندان ماشاءالله زیاد داریم. دولت بعد از دولت زندان ها میسازن. اوین، زندان اوین. آخوندها هم تعداد زندان‌ها را چندین برابر کردن، طوری که بنده شنیدم از اون دوست محترمی که بوده که مردم نمی‌دونن اینا کجا هست. خب اجازه بدید در باب این کال پرسونالیتی که بحث پریشب ما بود، ایشون از من پرسیدن شباهتی هست بین دادگاه‌های این آخوندها با دادگاه‌های استالین. یک بحث کوتاهی کردیم در باب کار پرسونالیتی. من خدمتتون عرض کنم که اندکی صحبت کنم در این باب و اون این که در این رژیم های استبدادی پیش می آید که نظر به در واقع رهبر مرکزی است و در واقع اسارت ملت در دست یک رهبر مد نظر هست. میان چی کار میکنن اینها؟ تمام دستگاه های تبلیغات کشور رو که به پول ملت بیچاره هست به کار میگیرن رهبر رو عظیم و شان جلوه بدن. اگه قدش کوتاست قدش رو خیلی بلند میکنیم. اتفاقا هم هیتلر کوتاه بود این منحوس، هم استالین منحوس، نه هر دو کوتاه قد بود. دیوارها رو کوتاه میگرفتن، زاویه دوربین رو چیز میکردن، از زاویه مخصوص میگرفتن. اگه نگاه میکرد به قد بالا استالین، من خود بنده فکر میکردم استالین 6 بود قدش بوده، تا اینکه در خاطرات ترومن که به زبان انگلیسی بود دیدم نوشته به یکی از همراهاش گفته You don't know how much I like that little son of a bitch. گفتم این لیدل نبوده که،
این صحبتی که میگم اخیرا هم برای بنده اتفاق افتاده، مثلا 10 سال پیش این کتاب خاطرات رو اومد، گفتم این لیدل سناوویچ منظور چیه؟ این که برفتیم نگاه کردیم تحقیق کردیم دیدیم بابا این قدش خیلی کوتاه بوده، این فلسفه کال پرسونالیتی، این دوربین های اون عرض کنم کی جی بی و تشکیلات و مبلغین این دستگاه منحوس، این آقا رو یه قولی نشون میده. بعد از جنگ با اینکه جنرال های بسیار خوبی داشت روزم که مشهورترینش زوکوف یا به قول ما ژوکوف هست، این آقا بیرونش کرد، نگذاشت که عرض کنم که این در چشم ملت محبوب بماند، اینها خودش بود. در این اواخر عمرش، عمر منحوسش، دستور داده بود این مهندسان روسی یک چیزایی درست کرده بودن، نورافکن‌ها اینا، که وقتی که میانداختن به آسمان یک مرتبه تصویر استالین درست شد به وجهی که همه بالای مسکو انگاری خدا خدا ظاهر شد، بسیاری گریه میکنن که میگن خدا آمد خدا ظاهر شد اون بالا. کال پرسونالی هیتلر هم به همین وجه در نورنبرگ، شما نگاه کنید فیلماش هست، یه خانمی بود که 2-3 سال اسم مرده و دیگر هم فیلم نساخت، هرچند من یک نفر دوست داشتم برای اون کار میکرد، این قامت یک وجبی این هیتلر رو طوری نشان داده با این دوربیناش که گویی این آقا 6 بود، نمیدونم 5 قدش بود، حرکاتش، عکسایی که از هیتلر هست وقتی که داره سان میبینه طوری نشان دادن که این یک مرد رشید نیست، در حالی که نبود، و به لحاظ اخلاق و رفتار و گفتار و کردار تبلیغات همه بر محور اون یک شخص هست، بقیه مردم فقط وظیفه‌شون اطاعت هست، اطاعت رهبر. در باب استالین چنین بوده، هیتلر چنین بوده، عرض کنم یکی دو تاشم خودمون داشتیم قبلا، خمینی چنین بوده، این علی هم همینه. دیدید علی رو نشون میدن با موزیک تو بکران، یه اشوهی هم میاد با این عمامش، و چه اشوه هایی هم میاد این آقا، من نمیدونم چرا اشوه میاد، نشون میدن بچه ها نگاه کنن ببینن عجب رهبری، ببینید چه کرده، این نور ازش داره، عرض میکنن که خود به خود داره اینجوری تشعشع میکنه. حالا ایناش بمانه، خدا نکند کسی با رهبر مخالفت ایجاد و بگه آقا من با این آقا داره خطاکاری میکنه، جنتکاری میکنه، یا من مخالف هستم، پوستش رو میکنم در این دو سیستم ها. استالین بین 20 تا 25 میلیون نفر، حتی بعضی گفتن 30 میلیون نفر رو کشته، رفته رفته اینها چون هیچ کس دیکتاتور رو دوست نداره، رفته رفته اش فاصله میگیرن اطرافیانش، دچار پارانویای تنهایی و کنم که دیوانگی هم میشه، کم کم سوء زن به اطرافیان. استالین در هر نیم متری یک سویچ گذاشته بود، یعنی کسی بهش حمله کرد فشار بده گارداش بیاد، همیشه فکر میگه کسی میخواد اینو بکشه. خروشچوف میگوید که این ساعت 8 صبح زنگ میزد، ما وظیفه داشتیم بریم در خدمت این، من و مولوتوف و بریاب و اینها باشیم، فقط بله قربان بگیم به این آقا. کاری کرده بود این آقا که در یکی از سخنرانی‌هاش، فیلمش هست، بلند شدن اعضایی که بودن، شدن کف زدن، هیچ کس نمیخواست اولین کسی باشه که قطع میکنه، 45 دقیقه زدن، چون کسی قطع میکرد ممکن بود بکشنش، میزدن فقط کف میزدن، چون جرات نمیکرد اولین کسی باشه که کف زدنش رو متوقف کرد. ماجرای هیتلر رو گفتم، در قضیه کلنل فون شتافنبرگ با اون بمبی که گذاشت زیر صندلی هیتلر، زیر میزش، این میز اوک بود و کشته نشد، 5000 نفر رو آوردن در دادگاه، مقصود من در دادگاه بود، یه دادگاهی درست کرد هیتلر به نام پیپلز کورت، دادگاه مردم. این دادگاه مردم عرض میشود که یک تشکیلات مثل این دادگاه انقلاب این آخوندهای خود ما، هر کسی میخواستن بکشن، بی آبرو بکنن، عرض کنم که بیرون از حوزه قضایی آلمان که بسیار حوزه ریشه دار و عرض کنم بزرگی بود، این آقای اینو درست کرده بود، دستور صادر میکرد، خودم هم داشتیم دادگاه های نمیدونم ارتش قدیم، هر کس با این حکومت فاشیستی هیتلر مخالفتی داشت وارد این دادگاه کرد میچیز میکردن پیپلز کرد، بلافاصله بعد از 5-6 دقیقه نمایش میبردن اعدامش بود. اوج اینها سال 1144 بوده،
و ماجرای فون شتافنبرگ و بمبی که گذاشت زیر میز این آقا، 5600-700 نفر از بزرگان آلمان که 3-4 تا فیلد مارشال هم بین اینها بوده، فیلد مارشال رشید همه جا میشناختنش، ولتزنبن اگه اشتباه نکنم، 5000 نفر رو آوردن برای اعدام و با سیم پیانو در کنارم اونجا از قصابخانه سیم قلاب چنگک برای تحقیر و توهین و سیم پیانو، یک ساعت و نیم جام میکن، فیلمش هم میگرفتن برای هیتلر میبرد. من تردید ندارم که فیلم بچه‌ای که ریپ میکنن و میکشن میبرن برای علی نشون میدن، این علی آقا. دادگاه های استالین هم از این دادگاه ها داشت، میبردن و پشت میزدن، شکنجه میکردن، اقرار کن، اعتراف کن، خائن بودی، فلان، میبردن جلو دور. اینها دیگه تمام شده، دوره مسخره جهان دیگه خریدار این چیزها نیست. این آخوندهای عقب مانده دارن پا میذارن جای پای فاشیستای از میان رفته یه قدیم، حضرت رهبر سرود هم میسازن، موسیقی هم شعرها رو جمع میکنن، مثل اون احد نکبت در شیراز، من فقط این نکبت یادمه بقیه یادم نیست، شاعری میکنن در مدح این. شما فکرشو بکنید،